پس از 20 روز مشوره و دریافت رهنمود کتبی، هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان کابل را به مقصد دوحه ترک گفت. امیدواری ما یه هستن که بالاخره دو طرف به یک نتیجه برسن که خواست مردم افغانستان دو عملی شود و از همه مهمتری است که خواست ملی مردم افغانستان یه است که خونریزی در یک کشور دیگه باید برای همیشه پایان پیدا بکنن. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان همزمان با رسیدن به دوحه انتظار دارد که مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز شود. د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د مذاکرې پلاوی د جنوري د 15 نیټې د ژمنې سره سم دوحې ته راغلی او د مذاکراتو دوم پړاو په پیلېدو باندې ده. که څه هم سي د مذاکراتو دوم پړاو به له ځانه سره ستونزې ولري، اما موږ ورته ناهیلي نه یو. خواست اولی مردم و مقام عالی ریاست جمهوری و شورای مصالحه ملی آتش بسی سرتاسری است. پیش از شروع این مذاکرات، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در سفر به کابل با عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی و رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار و درباره دور دوم مذاکرات صلح گفتگو کرده است. امیدوارم که طالبان با یک آتش بس توافق کنند تا زمینه را برای یک توافق سیاسی فراهم سازند. خلیلزاد پیش از کابل به پاکستان هم رفته بود و قرار است به دوحه نیز برود. او گفته که انتظار دارد در این دور هر دو طرف مذاکره کننده با کاهش خشونت ها به زودی روی یک رای حل سیاسی به توافق برسند. آتش بس اولویت جمهوریت و نو نظام آینده اولویت طالبان در این دور مذاکرات تعیین شده است.